من میگم از الان با هم بودیم، الان راهمون باید جدا بشه، یعنی باید جدا بشیم. به نظرم امیر دادش باید از این به بعد تنهایی کلیپ بگیره. بابا حداقل من 4 تا کار بلدم انجام بدم. تو چی؟ تو ادیت بلد بزنی؟ اینو میگه ادیت بلدی. الان افتر افکت شده باز کنم میگوزی پیری. صحبت ها بکنم به من گوشت اینجاست داداش. من خب خیلی نشستم فکر کردم، یه صادقانه دارم با طرف بزنم. چه گن زدی؟ نه اصلا ربطی به رابطه هم اینا نداره. چه شده؟ داداش ببین، ما الان یه مسیری با هم دیگه اومدیم تا اینجا. خب پیشرفت کردیم، ماشین خریدیم، خونه خریدیم، حالا هر کاری کردیم با هم دیگه تا اینجا بودیم. خب ولی داداش واقعیتش اینه که من پیشرفت خودم رو توی مسیر تکی میبینم. خب به نظر میاد که راه معنی جدا بشه خیلی بهتره تا اینکه چند سال دیگه راه از هم دیگه جدا بشه. یعنی چجوری بهت بگم دیگه داداش، من میخوام تکی کار کنم، از اینجا هم میخوام برم. خب حالا هدفت چیه تو داداش؟ من دارم کار خودم رو انجام میدم دیگه. خب من کنار همیم، یعنی میخوام من دیگه جدا کار کنم. جدا میخوای کار کنی؟ آره داداش. واقعیتش این برنامه تست اکس چیه؟ این تست اکس هم با هم دیگه ساختیم. خب خوب بود، حرفه‌ای بود، ولی همین وقت داداش میخوام تنهایی کار کنم. خب ببینم، خب آپدیت کنم خودم دیگه. یه تا اینجا با هم دیگه بودیم دیگه. خب الان میخوام چی بسازم؟ به کمک تو. الان من بهت بگم چی میخوام بسازم، تو پس ولی بری اسکی بری. یزید من که خودم دارم بهت سناریو میدم برای همین چی. حالا اینو اینه، یه خودم میدونم چی میخوام بسازم. تو الان اگه بخوای تکی کار کنی چیکار میکنی؟ من که داداش خودم نویسندم، من کاری بخوام انجام بدم مینویسم میگیرم. داداش من اصلا میخوام اینجا میخوام برم. کجا میخوای بری؟ چی شو چه جای گریه میکنی؟ حرف بزن بده مشکل حل کنه. یو پیداش. من میگم از الان با هم بودیم، الان راهمون باید جدا بشه، یعنی باید جدا بشیم. خب چرا چی تکی بره جلو؟ ببینیم اصلا چی میشه چی نمیشه دیگه. تا الان با هم بودیم دیگه. من بهشاش تو یکی من اصلا نمیفهمم الان داستان چی شده، اتفاقی افتاده؟ آقا چرا نمیفهمی؟ باید جداشی. باشه خب چرا؟ دلیل باید داشته باشه. داداش بخدا تو کامنت ها میبینم هی میگن آقا شما 6 7 ساله با این زن و شوهر داشت با همین. چه ربطی داره داداش؟ خیلی ربط داره. من به کامنت طرفدارام اهمیت میدم. کامنت هر چی اونا بگن همونه. اونا بگن پاشو برو مونیخ، ویزا میگیرم میرم مونیخ. خب چرا تو سوخترت رو عوض نمیکنی اگه کامپ به کامنت احترام بذاری؟ داداش اون دیگه خیلی شخصی، اون زندگی زناشویی. اون زندگی خودت شخصی نیست، اون زندگی زناشویی. من زندگی زناشویی با امیرم زناشویی. منم داره میگی؟ نه امیر رو میگم. به نظرم امیر داداش باید از این به بعد تنهایی کلیپ بگیره. تنهایی میگیرم، مشکلی ندارم من. این برنامه رو هم داداش کن برو باباش تنهایی بگیریم ببینیم اصلا چی به چیه. طرفدارا میگن داداش بهش من دوتا کامنت بخونم. جدی میگم چیه؟ علی کامنت داداش الان مشکل تو چیه؟ داداش این کامنت رو جلو رود میکنم. چی نوشته؟ زده از بس شما دوتا رو با هم دیگه دیدم دیگه حالم داره بد میشه. میبینی؟ بابا یک کامنت داشتیم چون گیه داداش هیتر زیاد داریم همونجوری که نگاه میکنن دوستان. هیتر آدم نیست؟ آقا هیتر آدم هست یا نه؟ آقا اوکی هستن داداش، من میرم اصلا خودم خونه میگیرم، تنها زندگی رو میکنم، کارم انجام میدم. ولی سر یه داستان چرت و پرت برمیگردی همچین حرفی رو میزنی قشنگ نیستش. ما داشت 15 سال هم دیگه رو میشناسیم، رفیقیم با هم دیگه، با هم بزرگ شدیم. من شاشیدم توی رفاقت یه قرار میشه اسکی برم. من تو گوه خور دیگه من هم دیگه اسکی رفتم. من شما به اول فرز من اسکی زدم از این دیب نیتی. تو مصاحبهش به امیرم چی گفت؟ من گفتم نه نمیده باشه دروغ گفتم. بابا چقدر چرت و پرت میگی؟ بویا ادیتاش چیه؟ ادیتا چند دو خدا رو شکر تو تمام کارهایی که ساخته شده من دیتیلاشو دارم همه رو که نوشته شده اتوت خورده. نه باشه ادیت بزنی. ادیت چه ادیت بزنی؟ امیر بزنی بعد داری ادیتور پیدا کنه.
اینجوری نمیشه داداش. الان ادیتور من تو یکیه، قبول نیست. الان من اینجوری هم که اصلا کلیپ هامون شبیه هم شده، من مغزم داره میترکه. بابا حداقل من 4 تا کار بلدم انجام بدم. تو چی؟ تو ادیت بلد بزنی؟ اینو میگه ادیت بلدی. الان افتر افکت جلو گاز کنم میگوزی. پریمیر، فتوشاپ. فتوشاپ رو بیارم جلو. فتوشاپ بیار بزن جلو. نتونی کار کنی یه پس تو میزنم. کلاس آنلاین مگه؟ فتوشاپ بچه 10 ساله بلد. فتوشاپ بیار بذار جلو، من واسه چیکار میکنم؟ نه بیا بشین اینجا. بیا بشین اینجا، حالا عصبی نشو. فتوشاپ میگه دیگه الان کوه میخوری. اینجا بشین. الان ما ادیتای ویدیوامو شبیه همه و نمیفهمم. همش سیاه‌سفید. ادیتای ویدیو شبیه همه. خب نزن تو اونجوری نزن. من بعدم باشه. باور کن اون مجبور شده داداش. باور کن به صدای جو. من اصلا به تو ادیت میدم. هر چی آقا پویان میگه. اش. مسخره بازیه چیه بابا؟ ایش لطف داری، شما لطف داری داشت اصلا حرکت خیلی داشت. من که خودم میگردم اینجا ماه آخرمونه، ما داریم اینجا بلند میشیم برای آن میگردم خودم خونه همو میگیرم، کارم هم انجام میدم، ولی خیلی حرکتت فرم بود. میخوای پیشرفت کنی امن بکش بیرون. بابا کی با تو کار داره؟ خیلی خودگیره روشن شده. من پویا بابا پیما من مغزم نمیکشه. میگه همه هم بکش بیرون. خوبه داداش، تو هزار تا کار با هم دیگه همکاری داشتی. ده بار بهم زنگ میزنه میگه پویا بیدار شدی چیکار میکنی؟ آخه به تو چه لاشی تو خونه اینقدر هم دیگه رو میبینی دیگه بیرون میرم به زنگ نمیزنم. ده بار زنگ نمیزنه. یه نارنگی بده داداش، من دیگه نمیزنم. روک یه داداش، من نمیزنم، دفاعت نمیکنم. دیروز مسئله شده دلم برای تو نشده، یه بس بکنم زنگ نمیش رو کنم گه کنه کنه یه بیام نداری تمام مایا خیلی زشت حرکت داده شوقن به نظر هر حرفی داری. خب این تو این دوربین داشته دوری وقتی که برفت بعدشونو اصلا دارش چه شوخیه که بخواید این سناریوی که یکی از طرفدارم تو کامنت‌ها نوشته بود منم احترام گذاشتم گرفتم. داش خیلی حرکت زشتیه. قطعش کن بابا، چیو داری میگی؟ قطعش کنم. داشتم با شوخی می‌کردم دیگه. من ویدیو بگیرم شخصیت تو رو خرد کنم خوبه؟ میگم داشتم ویدیو می‌گرفتم. ما یه عمره داریم با همه شوخی می‌کنیم، یکی هم با ما شوخی کنه خودی به خودی بزنه. ها من چی بگم خدمتتون؟ این اکیپ پرتی که نداره دیگه، اینو در جریانید. این جمله پرتی نداره، من 6 سالی هست دارم با پیمان میگم پرتی نداره، به خاطر اینکه داخلش اعضای اکیپ مشخصن. خیلی دوست داشتم بیان تو اکیپ، ولی خب هاجی داشتم آیتمای تستکس رو پاک میکردم از سیاست، متاسفانه قلبشون صاف نبود. اما اینو بهتون بگم، این اکیپ از صفر شروع کرده، مثل کریستیانو رونالدوی که تو خاکی شروع کرد و اگه پیشرفت کرده به اینجا رسیده به خاطر اینکه حسود توش نبوده. درسته؟ آه بابا زشت شده. شوخی به چه قیمتی؟ شوخی به این قیمتی من توضیح بدم. اون لوهای یوتیوب که اصلا دیگه نماد لوه پیمان داره. اصلا چنده تو مجازی مثلا؟ من کوچولو بودم شروع کردم، هیچی نداشتم، بچه هم همینطور. اگه پیشرفت کردیم چون مکمل همدیگه بودیم، یکی ادیت بلد بود، یکی فیلم برداری بلد بود، یکی سیناریو میداد، مشکل همدیگه رو باگ همدیگه رو میگرفتیم، ولی به خودی نزدیم هیچ وقت. هیچ وقت به خودی نزدیم. اینو یادتون نره. چرا؟ قبلا یه بار یه حرکت فول انجام دادیم. آه جز اون دعوایی که با هم کردیم. آره آره، ولی الان خداییش همه چی معقوله. الان دیگه همه چی اینجوریه. ببین الان که داشتی اثر می‌کردی واقعا حاجی، بعضی داداش با من شوخی نکن. من واقعا تو من رژیم، من خب با تو شوخی نمی‌کنم. من تو رژیم واقعا اصلا جنبه شوخی ندارم. ولی برنامه تست اکس که گفتم خیلی داریم برای زحمت می‌کشیم من و امیر، حتما برید ببینید. هم هزینه‌اش بالاست، هم ادیتش سنگینه، هم فیلم برداریش سخته. هر کاری که داریم میگیریم نزدیک به 2 روز 3 روز ادیتش طول میکشه. یک روز کامل یا بعضیاشون 2 روز کامل زمان میذاریم، فقط فیلم برداریشون طول میکشه. ولی ارزشش داره. داستان اینجوریه که آره آدمایی که
تیه داستانی هستن، کات کردن جدا شدن، ولی یه تایم خیلی خوبیه کنار هم دیگه گذروندن. ما سعی میکنیم دوباره آشتیشون بدیم. آفرین. اما با چالشایی که جلوشون گذاشتیم باید از این چالش ها عبور کنن، تست بشن و اگه واقعا هنوز احساسی توی وجودشون باشه نسبت به رابطهشون کمکشون میکنیم برگرد. پخشش هم از کانال من و کانال اصلی امیرم آرتل زوجش داخل چنل پویان، پارتای فرش هم داخل چنل من. حالا اگه شما خواستید دوستاتونو اکساتونو منظورمه تست بکنید، به دایرکت من امیر مراجعه بکنید. I love it. دوستتون دارم. این ویدیو هم من میذارم. نمیذارم بذار فرقی نداره.